امروز میخوام در مورد این توضیح بدم که چه کارهایی انجام دادم تا تونستم نمره تافل 110 رو بگیرم. تو ویدئوهای قبلی که توضیح میدادم هر از گاهی شما یک سوالایی میپرسیدین که مثلا سطح زبان چطوری بود، چقدر خوندی، مثلا از کی شروع کردی تا کی خوندی. امروز سعی میکنم که به این سوالا جواب بدم و بتونم یه راهکار کلی برای امتحان بهتون بدم. تو این ویدئو همراه من باشید. سلام، بهفر گدازگر هستم، دانشجوی دکترای دانشگاه مکمستر کانادا. تقریبا حدود 6 ماه هستش که از طریق اپلای وارد کانادا شدم، مشغول به تحصیل هستم. توی کانال یوتیوبی هم که زدم تصمیم دارم که تجربیات این چند وقت اخیر رو، تجربیات این یکی دو سال اخیر رو بهتون بگم و کمکتون کنم که اپلای کنید. یادتون نره که من رو سابسکرایب بکنید، این موجب دلگرمی و انگیزه بهم میشه. همچنین توی شبکات اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام هم خوشحال میشم شما داشته باشم. توی تلگرام یک سری پوزیشن ها، یک سری لینک های مفید رو میذارم. توی اینستا هم سعی میکنم که پوزیشن ها و یک سری نکات کلی در مورد اپلای بهتون بگم. خب در مورد زبان انگلیسی بخوام بگم، کل پروسه تافل خوندن من حدود 3 ماه طول کشید. اما به این معنی نیستش که من کلا قبلش زبان بلد نبودم و فقط 3 ماه خوندم و تونستم نمره 110 رو بگیرم. همچین چیزی امکان پذیر نیستش. آره، من پایه زبانم بود. اگه بخوام سطح بهتون بگم، میتونم بگم سطح متوسط تقریبا رو به بالا، ولی خب برای شروع خود تافل مثلا اوایلش که تلاش کردم تی پی او ها رو بزنم، ریدینگ بزنم یا لیسنینگ بزنم، تی پی او ها رو خیلی خوب متوجه نمیشدم. خصوصا مثلا توی ریدینگ، توی سوالات سامری مشکل داشتم، گاهی وقتا متن رو گم میکردم مثلا داره چی میگه. یا همچنین توی لیسنینگ، مثلا توی لیسنینگ هم خب توی لکچر ها خصوصا که مثلا 4 دقیقه 5 دقیقه صحبت میشد، دیگه نمیتونستم اگه جایی باید دنبال بکنم که داره چی میگه، یا اصلا سوالا رو اگر مثلا متن رو میفهمیدم سوالا رو نمیتونستم جواب بدم و بالاخره نمیتونستم نمره خوبی بگیرم یا تی پی او رو خوب بزنم. اما چی کار کردم توی این 3 ماهی که برای تافل خوندم؟ خب من اولش چند تا تی پی او زدم، دیدم که خیلی عملکرد من خوب نیست، مثلا راضی کننده نبود برای من. تصمیم گرفتم که یه مرحله به عقب برگردم و یه سری چیزا رو درست بکنم. کار اولی که کردم این بود که کتاب Essential Words for TOEFL و کتاب 12-12 رو خوندم، لغاتش رو یادداشت کردم و سعی کردم از بابت لغت خیال خودم رو راحت بکنم. اینم به این معنی نیستش که من فقط نشستم لغت خوندم، نه، هم لغت خوندم هم حالا احیانا یه خورده متن میخوندم که الان جلوتر بهتون میگم که چه متنایی میخوندم. ولی خب توی این اول شروع کار نشستم یه خورده پای لغتم رو قوی کردم که لغات اولیه تافل، لغات کلی رو بلد باشم. حالا همین به این که داشت لغاتم خوب میشد، یه مقدار نکات گرامری هم رفتم مرور کردم. وقتی که داشتم مثلا تی پی او میخوندم میفهمیدم آره من مثلا توی جملات شرطی مشکل دارم، این ساختار رو نمیفهمم. اون ساختار رو به مرور که یادداشت کرده بودم، خب یه دفترچه‌ای درست کردم، تقریبا یه نوتی از مشکلات خود من که آره روی این گرامر مشکل دارم، اینو متوجه نمیشم، این مدل جمله جریانش چیه. این مشکلاتم رو که یادداشت کرده بودم رفتم و دو تا سورس خوندمشون. یکی همون کتاب انگلیش گرامر این یوز بودش که توی ویدیوهای قبلی بهش اشاره کرده بودم. کتاب خیلی خوبیه، خیلی خلاصه همه موضوعات رو داره، شما میتونید از تو فهرستش پیدا کنید کدوم موضوع رو مشکل دارید و همون موضوع رو بخونید. همچنین یه کار راحتی هم که میشه انجام داد اینه که برین سرچ کنید. من خیلی وقتا دیگه اواخر که مثلا نزدیک امتحانم بود کتاب رو باز نمی‌کردم، مستقیم توی گوگل مثلا می‌زدم مثلا شرطی نوع سوم چطوری نوشته میشه یا اینورژن چطوری نوشته میشه. سری یک مثلا مثال های از دیکشنری های آکسفورد یا لانگمن اینا نگاه میکردم، سعی میکردم بفهمم که خب آره این مثلا جمله اینطوریه و بعدش دیگه حالا یه جا یادداشتش هم میکردم، یه فایل نوتی داشتم گرامر را یادداشت میکردم. پس برای شروع من اول اومدم یه مقدار لغت خوندم، بعدش هم یه مقدار گرامر خودم رو هم قوی کردم که بتونم متن ها رو بفهمم. یه کتاب لانگمن هم بهتون پیشنهاد داده بودم. اون کتاب رو، خوبی که اون کتاب داره اینه که یه مقداری سطحش از تی پی او ها پایین تره. شما اگه میخواییم برای شروع برید و مستقیم تی پی او بزنید یه مقداری اذیت میشین، چون که خب تی پی او ها سطحش بالاتره دیگه، مشابه تافل هستش و یه جوری درجا زدنه، فقط تی پی او زدن و نمره کم گرفتن. من رفتم چیکار کردم؟ من رفتم کتاب رو بخش ریدینگ و لیسنینگش رو کار کردم. مثلا سعی کردم که لغاتی که بلد نیستم رو در بیارم، انواع اقسام سوالا رو تمرین کردم، مثلا سوال سامری مشکل داشتم، سوال لغت مشکل داشتم، رفتم هر کدوم رو در آوردم و تمرین کردم، سعی کردم که هر مدل سوال رو یاد بگیرم.
همین کارو برای لیسینینگ هم کردم و سعی کردم که برخورد با سوالات مختلف آشنا بشم، لیسینینگمو تقویت کنم. اون کتاب لیسینینگای خیلی این کتاب لیسینینگای خیلی خوبی هم داره. لکچراش تقریبا شبیه لکچر تافل هستش. 5 دقیقه مثلا 4 دقیقه در مورد موضوع توضیح میده، یه کانورسیشن داره و توی تک تک مثال‌ها شما میتونید همه این سوالای تافل رو تمرین بکنید. این نکته رو هم بگم که خب بحث لیسینینگ من فقط سر امتحان قوی نشد. من قبلش هم همونطور که توی ویدیوی قبلی گفتم و از این گوشی بالا میتونید ببینید، من قبلش مثلا توی مثلا یکی دو سال اخیر به صورت فعال داشتم لیسینینگ گوش میدادم. حالا نه لزوما برای تافلا، مثلا کلیپ‌های مختلف میدیدم، تحلیل فیلم، تحلیل مثلا سریال، تحلیل بازی، یا مثلا تحلیل در مورد مثلا تکنولوژی‌هایی که جدیداً میاد، مثلا تحلیل یه گوشی موبایل. کلا سعی می‌کردم موضوعات مورد علاقم رو گوش بدم و حالا این گوش دادن مثلا نبود که بشینم مثلا 5 ساعت در روز گوش بدم، نه، یه بار مثلا وقت آزاد داشتم میرفتم یوتیوب، مثلا در مورد یه موضوعی که مثلا توجهمو جلب می‌کرد. خود هوم یوتیوب مثلا خیلی سر بهتون پیشنهاد می‌کنه، شما چند تا ویدیو سرچ بکنید، بعد از یه مدت می‌فهمه شما چه چیزی علاقه دارید، چه سبکی دوست دارید. همون لحظه اول که می تو یوتیوب یه ویدیو بهتون پیشنهاد میده که شما یه جوری که نه نمیتونید بهش بگید، چون که دقیقاً مشابه با سلیقه شماست. اون ویدیوها رو به مرور گوش میدادم توی این چند سال اخیر، مثلا توی دو سال اخیر، و خب سطح لیسنینگ من به مرور بالا اومد و دیگه تونستم در حال به مرور تونسته بودم خوب بفهمم و فهمیدن من بالا رفت توی لیسنینگ. توی ویدیوی قبلی هم بهتون گفته بودم که چیکار بکنید اگه مثلا حدود 6 ماه فرصت دارید برای امتحان دادن، از الان کم کم شروع کنید برای لیسنینگ، برای تقویت لیسنینگ. صبر نکنید دقیقاً 3 ماه مونده به تافل برید تازه لیسنینگ رو باز کنید. لیسنینگ یه فرایندیه که یه خورده زمان میبره، مثلا 3 ماه 4 ماه چون نیاز دارید که گوش کنید تا این بحث فهمیدن، شنیدن و فهمیدن و درک کردنتون بالا بره. پروسه نیست که توی مثلا یه ماه بتونید جمعش کنید. آره، رایتینگ رو مثلا میشه توی یه ماه جمع کرد، یه مقدار تمپلیت یاد گرفت و یه نمره مثلا 23 24 آورد، ولی لیسنینگ و کلا فهمیدن لیسنینگ همچین چیز راحتی نیست. درنچه اگه فرصت دارید برید و لیسنینگ خودتون رو قوی بکنید، اینکه بتونید فهمیدن جنرالتون رو بالا ببرید. مهمم نیست مثلا یه سال دیگه میخواین تافل بدین، دو سال دیگه میخواین تافل بدین، 6 ماه دیگه میخواین تافل بدین، سعی کنید در طول روز یه تایمی حتما انگلیسی گوش بدید و هر موضوعی که دوست دارید. حالا میگم خیلی تاکید رو موضوع ندارم، ولی سعی کنید ترجیحاً موضوعاتی انتخاب کنید که یه خورده نزدیک تافل باشه، مثلا بحث بیولوژی باشه، بحث مثلا سیارات و اسپیس و اینا باشه که یه کمکی هم بهتون بکنه، یه مقدار لغتی هم شما از اون طریق بتونید حفظ کنید. خب حالا تا اینجا گفتم، اینجا مثلا الان چند هفته از تافل خوندن من گذشته، هول و هوش 6 هفته، مثلا 7 هفته گذشته، گفتم من 3 ماه تافل خوندم دیگه تقریبا دیدم خب من ریدینگم کتابی که داشتم می‌خوندم دیدم خب خوبه، اون کتابو تا حد خوبی متوجه میشم. دیگه احساس کردم که ریدینگ های اون کتاب لانگ من و همچنین لیسنینگاش برام آسون شده. دیگه اون کتابو کنار گذاشتم، رفتم سراغ تی پی او ها، شروع کردم از تی پی او های فکر کنم اول از همه یه بار از 10 تا 20 زدم، بعدش دیدم وقت کم دارم رفتم و از 30 شروع کردم به زدن. 30 خب جدیدتره دیگه. الان فکر کنم ورژن های جدید تی پی او اومده، فکر کنم 69 تا تی پی او داره و خب خیلی بهتره دیگه، سوالای جدیدتر رو توی تمرین بکنی بهتره. شروع کردم از 30 زدن، ریدینگ و لیسنینگ رو میزدم، ولی هنوز خب اسپیکینگ و رایتینگ رو شروع نکردم. برای شروع اسپیکینگ وقتی که خب داشتم خود لیسنینگ رو تمرین میکردم، سعی میکردم یه مقداری شادوینگ کار بکنم، مثلا یه 4 تا جمله رو بگم، یه خورده سعی کردم تلفظم رو خوب بکنم که خیلی صفر صفر نباشم. اما برای شروع خود اسپیکینگ، همون هفته‌ای که میخواستم با سوال آشنا بشم، اول از همه رفتم سایت تافل ریسورسز و ویدیوهای تافل ریسورسز رو کامل زیر رو کردم، هر چی که داشت گوش دادم. حالا من لینک سایت و کانال یوتیوبشون رو هم توی این دیسکریپشن ویدیو این پایین میذارم. رفتم همه ویدیوهاشو نگاه کردم، نوت برداری کردم، روش مثلا سوال 1 اسپیکینگ، 2 اسپیکینگ، 3 و 4، زمان منم 4 سواله بودش، همه رو در آوردم، سمپلاشو توی سایت تافل ریسورسز گوش دادم. یه سری سمپلم خود اپلیکیشن تی پی او، خصوصا مدل چینی که دانلود میکنید داره، اون سمپلاش هم برای شروع گوش میدادم، مثلا میدادم آره سوال 1 داره چی میگه، سعی میکردم یه خورده بفهمم استراکچر ساختار سوال 1 دستم بیاد، ساختار سوال 2 دستم بیاد. مثلا برای سوال 2 آره شما اول باید دو تا آپشن رو نام ببرید، بعد بگید که چرا مثلا پسر یا دختر موافقشه و دلایل موافقت یا مخالفتش هم بگید. اینا رو سعی کردم بنویسم، یه خورده مرور بکنم تا دستم بیاد. بعدش به تدریج شروع کردم به تمرین
اسپیکینگ. روش تمرین من اینطوری بود که خب گوشی موبایل همیشه دستم بود. اول از همه شروع همون اولین باری که خواستم اسپیکینگ تمرین کنم رفتم و ضبط کردم، یعنی با گوشی موبایل همون بار اول ضبط کردم و سعی می‌کردم که به مرور ضبط خودمو بهتر بکنم. به چه صورت؟ مثلا سوال یک پخش میشد، میگفت که مثلا آیا شما موافقی در مورد این کار یا نه. خب من سوالو مثلا سعی می‌کردم بفهمم اولش. بار شروع کارم خیلی مقید به زمان نبودم، سعی می‌کردم که یه صف خوب فکر کنم، یه برین استورم خوبی انجام بدم، بعدش برم و شروع کنم به حالا صحبت کردن. برین استورم رو سعی می‌کردم مثلا دو تا دلیل در تقریبا دو تا یکی یا دو تا گاهی وقتا مثلا در بیارم، دلیل رو یادداشت می‌کردم، بعدش شروع کردم به حرف زدن. چون که از قبلش رفته بودم سمپل گوش داده بودم، یه سری ساختارا رو دیگه تقریبا میتونم بگم حفظ شده بودم. مثلا میگفتم آره مثلا این طرف قبول داره این چیز رو به این دلیل، یا مثلا من خودم قبول دارم به این دلیل، و یه سری مثال هم براش میآوردم. برای هر 4 تا سوال این کار رو هی میکردم و خب بار اوایل هم میخواستم ضبط بکنم، یه ضبط مثلا یه تسک اسپیکینگ من 4 ساعت یا 3 ساعت مثلا تقریبا طول کشیده بود. خب خیلی انرژی بر بود، ولی خب این تمرینی که کردم این به مرور باعث شد که من هی ضبط بکنم، هی فایل وایسمو گوش بدم و هی بهتر بکنم. مثلا اوایل که ضبط می‌کردم خیلی صدای مثلا مکس، خیلی مکس داشتم، خیلی ا میگفتم ا ا ا، یا تلفظم بد بود، گرامرم اشتباه بود، یا اصلا کلا مثلا چرت و پرت میگفتم اوایلش. سعی کردم کلا هی با ضبط‌های متوالی این قضیه رو بهتر کنم و برای هر 4 تا تسک این کارو کردم. تقریبا میتونم بگم 5 هفته لیسنینگ تمرین کردم، یعنی مثلا قلوهش کام 6 هفته اونجا شده بود، یه 5 هفته دیگه هم 5 هفته یا 4 هفته تقریبا تمرین کردم که قلوهش همون 10 هفته ای که مثلا 3 ماه میشه 12 هفته دیگه، آره قلوهش مثلا 5 هفته هم اسپیکینگ تمرین کردم و هر روز سعی میکردم یه تسک رو، هر روز سعی میکردم یه تیپیو رو بگم. حالا از اول که مثلا هر سوال رو خورده تمرین کردم، سوال 1 رو یاد گرفتم، سوال 2 رو یاد گرفتم، سوال 3 و سوال 4 رو یاد گرفتم، حالا این شاید مثلا بلوش 1 هفته برام طول کشید. بعدش دیگه اون 4 هفته باقی مونده رو سعی کردم هر روز یه تی پی او رو، یعنی 4 سوال رو بگم و خب هم به مرور سعی کردم تو زمان بگم، به مرور سعی کردم بهتر بشم و خب چون که هر روزم حرف می‌زدم به مرور باعث شد که اسپیکینگم بیاد بالا و به نمره 27 برسه. این از اسپیکینگ. برای رایتینگ هم بخوام بگم دقیقاً برای رایتینگ هم همین پروسه رو طی کردم. اول از همه رفتم سایت تافل ریسورسز رو زیر رو کردم، هر چی سمپل داشت خوندم، از سمپلاش نوت برداری کردم. خوندنم هم روزنامه وار نبود، یعنی نه که مثلا فیلم بخونم آره آره چیز قشنگی نوشته. رفتم چیکار کردم؟ رفتم و خب مثلا دیدم تاپیک سنتنس چطوری نوشته، جمله اول چی نوشته، پاراگراف اول چطوری شروع کرده، مثال چطوری آورده. دو تا کانال یوتیوب هم بهتون معرفی کرده بودم، کانال رایت تو تام و کانال فکر کنم انگلیش لسنز ویت ادم، لینکش رو بازم این پایین میذارم. اونم خیلی خوب، دو تا کانال واقعا کانالای خیلی خوبی هستن. مثلا توی یه ویدیوشون راجع به پاراگراف نوشتن توضیح داده، مستقیم میاد جلوی شما لایو یه پاراگراف مینویسه، لایو میاد تاپیک سنتنس مینویسه، یا کلا میاد یه دونه رایتینگ تافل یا آیلتس مینویسه. اون کانال هم خیلی بهم کمک کرد، خیلی بهم ایده های خوبی داد و باعث شد که به مرور بفهمم که آره توی رایتینگ مثلا تسک 1 و تسک 2 چه خبر هست. همون اوایل که رایتینگ رو شروع کردم به نوشتن، بکنم 2 تا یا 3 تا سمپل که نوشتم دادم بیرون تصحیح بکنن و خب یه سری اشکالات اساسی رو بهم گفت، یه سری مثلا موضوعاتی که خودم نمیتونستم تشخیص بدم. آره مثلا من گرامر رو دیگه میتونستم بفهمم کجای کار دارم اشتباه میکنم. قبل از اینکه به طرف بفرستم گرامر رو تصحیح میکردم یا دیکتمو تصحیح میکردم، اما دیگه این سری چیزا مثل آف تاپیک، یعنی خارج از موضوع نوشتن رو من دیگه نمیتونستم بفهمم، چون تازه کار بودم دیگه. به هر حال خیلی هم توی دبیرستان دانشگاه با ما نوشتن و مثلا نوشتن تحلیلی کار نشده. در نتیجه رفتم چیکار کردم؟ رفتم دادم و اون طرف تونست ایرادار رو بگیره، گفت آره اینجا رو داری بد می‌نویسی، مثالت خوب نیست. به مرور رفتم خب در مورد مثال نوشتن یاد گرفتم، بازم در مورد آف تاپیک ننوشتن یاد گرفتم و اینا. سعی کردم که رایتینگم هم تقویت کنم. فکر میکنم هلوهوش 27 یا 28 تا رایتینگ، یعنی 2 تا 28 تی پی او دیگه، یعنی یه دونه تسک 1 یه دونه تسک 2 نوشتم و سعی فکر کنم بودم 5-6 تا شدم تسکی. اون اواخر که نزدیک امتحانم بود خیلی بیشتر میدادم، سعی میکردم که هی مینویسم بدم تا اشکالاتم در بیاد. و به هر حال هلوهوش فکر کنم یک ماه هم، یعنی یک ماه وقتی که همون اولش گفتم اسپیکینگ و اولش گفتم اون لیسنینگ و ریدینگ رو که تمرین کردم، بعدش این اسپیکینگ و رایتینگ رو همزمان با هم پیش بردم، هلوهوش یک ماه، یعنی مثلا
برنامه هم اینطوری بودش که صبح که بیدار می شدم تابستونم بودش دیگه، خیلی دیگه سال آخرم من بودم، فقط بحث ریسرچ و تز ارشدم بود، خیلی سرم شلوغ نبود تقریبا. صبح که پا می شدم ریدینگ و لیسینینگ رو می زدم، سعی می کردم تحلیلش رو انجام بدم، مثلا لغت اینا رو در بیارم، غروبش می اومدم و اسپیکینگ و رایتینگ می زدم، سعی می کردم که حالا تو تایم هم نمی زدم دیگه، مثلا اسپیکینگ رو 2 ساعت طول می کشید، رایتینگ هم همینطور 1-2 ساعت طول می کشید، ولی سعی می کردم که یه مقطع خوبی در اول کار در بیارم. بعدش کارا تخصصم توی مثلا نوشتن و توی حرف زدن بالاتر رفت دیگه، اون یکی دو هفته آخر تلاش کردم که همشون رو توی تایم بزنم و به هر حال سرعت عمل خودم رو هم بالا ببرم دیگه، خیلی کند کار نکنم. حالا من سعی میکنم که دو تا سمپل از اسپیکینگ و رایتینگ خودم توی کانال تلگرام بذارم. سمپل اول رو سعی میکنم همون هفته اولی که نوشتم بذارم، یعنی اولین رایتینگ و اولین اسپیکینگ که نوشتم. سمپل دوم هم سعی میکنم آخرین رایتینگ و اسپیکینگ هم بذارم که شما بتونید این پیشرفت رو ببینید که ببینید من چطوری سطح زبانم بالا اومد و به هر حال تونستم که این نمره رو بگیرم. خب خیلی ممنون که ویدیو امروز گوش دادید. من سعی کردم که یه دور روند زبان خوندن، یه دور برنامه‌ای که برای تافل داشتم رو بهتون توضیح بدم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. هر سوالی هم داشتید حتما کامنت بکنید. من سعی می‌کنم که بهشون خیلی سریع جواب بدم. خیلی ممنون، توی ویدیوی بعدی میبینمتون. سابسکرایب هم یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.